Hola y buenas, muy bienvenidos a otra lección de español con nosotros, Bambo Languages y yo, Sarah Hemati. Hoy quiero aprovechar el momento y quiero hablar con ustedes sobre el tema del verbo gustar, que es un tema muy interesante en la gramática española. Acompáñadme, pues, por favor, como siempre. دوستان عزیز به بخش آموزش زبان اسپانیایی بامبولنگویجز خیلی خوش اومدید. من زهرا همتی هستم و در این ویدئوی آموزشی میخوایم با هم راجع به یه مبحث بسیار بسیار جالب در گرامر زبان اسپانیایی با همدیگه صحبت بکنیم و اون هم فعل گوستار هست. اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردین لطفا این کار را انجام بدین و مثل همیشه ما رو حمایت بکنین و تا آخر این ویدیو هم همراه من باشین به خاطر اینکه کلی مطلب جدید داریم امروز برای یاد گرفتن اکومنسر دوستان عزیز خیلی خوش اومدیم به یه بخش دیگه و یک آموزش دیگه از درست زبان اسپانیایی ما در این جلسه ما میخوایم با همدیگه روی فعل گوستار کار بکنیم فعل گوستار فعلیه که معادل سینونیم و معناش معادل لایک هست در زبان انگلیسی یعنی دوست داشتن علاقه داشتن یه خودتون میدونین لایک خب مثلا با فعل لاو فرق میکنه از نظر شدت دوست داشتن گوستار دقیقا فعل لایک هست برای ما یعنی خوش اومدن علاقه داشتن پس معنای فعلمون فعل خوش اومدن است. حالا چرا ما من میخوایم منحصرا یک بخش راجع به این فعل کار بکنیم به خاطر اینکه این فعل از نظر کنخوگاسیون و صرف فعل یک قاعده خاصی داره که به صورت کلی با تمام چیزهایی که ما تا الان خوندیم متفاوته این فعل از نظر صرف فقط به دو حالت سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع صرف میشه یعنی برای مثلا شما این فعلتون الان گروه آر هست تو زمان پرسنت ده اندیکاتیبه. تو زمان حال اخباری یو ما استفاده نمی کنیم تو گوستاس استفاده نمی کنیم فعلا صرفمون این رو حالا داشته باشین تا توضیح میدم کامل به صورت کلی راجع به صرفش پس از نظر صرف افعال ما فقط با سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع این فعل کار داریم سوم شخص مفرد گروه آره میشن چی؟ برای فعل مثلا گوستار میشه گوس تا سوم شخص جمعش میشه گوس تان پس من فعلا همین دوتا وقتی میخوام فائل برای این فعل قرار بدم از کلمات یو تو ال یا اوسته چیزی که قبلا داشتیم پرونومبرس پرسونال هایی که توی درس های اول با هم دیگه کار کردیم و اونها رو یاد گرفتیم هم استفاده نمی کنم فاعل من در برای فعل گوستار و حالا یک دسته ای هستن این افعال که بعدا توی قسمت ها و پارت های بعدی بهش اشاره می کنیم فاعلمون یک سری زمیره به اسم می ت ل نوس اوس لس پس ببینید فائل هاتونم یو تو ال یا اوستد ال آخر نیستن م ت ل نوس اوس لس اینها زمایر اوبجکتوس این هستن هستند در زبان اسپانیایی یعنی زمایر مفعولی غیر مستقیم که ایشالله ما در جلسات دیگه این زمایر رو با همدیگه کار میکنیم اینا اینجا مفعول اون زمیره ابخت این دیرکتور رو ندارن به جای فائل برای شما عمل میکنن همون جوری که میبینید من اینا رو نوشتم و بعدش اومدم گفتم گوستا یا گوستان که حالا راجبش صحبت کنم ولی تو پارت فائل اگر خواستین تاکید بیشتری روی فائلتون بذارید میگید امی، می، مثلا فرض کنین گوستا ولی همون جوری که میبینید من آمی رو گذاشتم توی پرانتز. پس آمی اگر خواستین استفاده بکنید میتونید بیارید ولی داخل پرانتز نیارید اشکالی نداره. ولی مثلا می رو به هیچ عنوان شما نمیتونین حذفش بکنید. به همین صورت برای هر شش تا سیقه شما میتونین پرپوزیسیون آ حتما حتما پرپوزیسیون آ باید بیاد از مشخصات این فعله. A mí me gusta. دوباره برای هر شیشتا اینایی که آ دارن هم میتونن بیان هم میتونن اپسیونال هستن. فقط یو و تو زمانی که به پرپوزیسیونی بچسبن میشن می و تی ولی برای بقیه سیغه ها شما زمانی که اون آ رو دارین دیگه همون پرونومبرس پرسونالیسی که قبلا با هم داشتیم ببینین ال یا اوستد نسوتروس نسوتراس بوسوتروس بوسوتراس ای اوس اوستدس فقط یه آ میاد به برای یو و تو ما هیچ وقت نمیگیم آیو. میگیم آمی. می هیچ وقت نمیگیم آتو. تو میگیم آتی. پس فقط این دوتا عوض میشن بقیهشون همون پرونمرس پرسونالیس به اضافه آ فرض کنیم میخوایم راجع به ال صحبت بکنیم میگیم ال لگوستا میخوایم راجع به ایا صحبت بکنم میگم ایا لگوستا میخوام راجع به اوستد صحبت بکنم استد لگوستا پس این پارت این زمایر به هیچ عنوان قابل حذف نیستن ولی اینایی که تو پرانتزن اختیاری میتونه بیاد میتونه نیاد خب از نظر معنایی ما اگر بخوایم بگیم که آقا امی مگوستا با مگوستا چه فرقی داره هیچ فرقی ندارن این قسمت امی جزئی از فائل شماست پس از نظر معنایی هیچ تفاوت معنایی ایجاد نمیکنن اگر یه جایی بخواید تاکید بیشتری بندازین رو فائل میتونید بیاین از این ساختارها استفاده بکنید پس معنایی هیچ فرقی نداره شما بگین اتیت گوستا یا بگین تگوستا فرقی نداره خب بریم سراغ فعلمون فعل گوستا یا گوستان قرار فقط سوم شخص مفردش رو داشته باشیم با سوم شخص جمعش حالا من تو جملاتم از کجا تشخیص بدم که باید مفردش رو بذارم یا جمعش رو بذارم ببینید فعل گوستار فعلیه که خودش رو با کلمه ای که بعدش میاد وفق میده پس اینکه مشخص بشه گوستا استفاده کنم یا گوستان باید نگاه بکنید به اون چیزی که بعد از فعل گوستار قرار گرفته اون اسمی که بعد فعل گوستار میاد یا سینگولار یا پلورال اگر اسمتون مفرد باشه شما سوم شخص مفرد فعل رو استفاده میکنید اگر اسمتون جمع باشه شما سوم شخص جمع از فعل گوستار رو استفاده میکنید یعنی گوستان حالا اگر بعد از فعل گوستار اینفینیتیو و فعل قرار بگیره اونجا هم شما سوم شخص مفرد فعل رو استفاده میکنید پس برخلاف قاعده ای که برای صرف یک کمی شاید نامتعارف باشه ولی تصمیم گیری راجب این فعل و نحوه صرف کردنش بسیار بسیار آسونو، بی درد سره فقط نگاهی به کنید به اسمی که بعدش اومده مفرد بود می سوم شخص مفرد رو میذاریم جمع بود می سوم شخص جمع رو میذارید نه فقط برای گوستار برای تمامی افعالی که مانند گوستار رفتار میکنن که توی پارتهای بعدی ما بهشون میرسیم بریم یه سری مثال با هم دیگه ببینیم لگوستا بر پلیکولاست ایستوریا ل برای کی میشینه برای او میشینه حالا دیگه یا ال بوده یا ایا بوده یا اوستد بوده شما اینو دیگه باز بکگراند جمله فرض کنید من اینجا میخواستم راجب هی صحبت بکنم راجب یه آقا لگوستا بر پلیکولاس د ایستوریا یعنی اون دوست داره اون خوشش میاد که فیلم های تاریخی ببینه چرا شده گوستا به خاطر اینکه بعدش همونجوری که میبینید من فعل بر رو قرار دادم که اینفینیتیوه زمانی که فعل اینفینیتیوا بیاد توی جملاتتون شما سوم شخص مفرد فعل رو استفاده میکنید پس این جمله میشه اون فیلمای تاریخی رو دوست داره مثال بعدی میخوام بگم که من مرکبات دوست دارم من از مرکبات خوشم میاد خب کلمه من برای مرکبات کوموس دیس مرکبات اسپانیول سیتریکوس میشه مرکبات تو درسای قبلی داشتیم. لوسیتریکوس کلمه من جمعه. پس اینجا من میام سوم شخص جمع فعلم و انتخاب میکنم و میشه گوستان. پس تا اینجا شد گوستان لوس سیتریکوس. حالا فایلم کی بود من؟ باید چی رو قرار بدم؟ می رو قرار بدم. می گوستان سیتریکوس. من مرکبات رو دوست دارم خواستم تاکید کنم یا خواستم حالا حالت با پرپوزیسیون آ رو به کار ببرم فرقی نداره امی مگوستان لو سیتریکوس من مرکبات رو دوست دارم فرض کنیم میخوایم یه جمله منفی استفاده کنیم خب برای منفی کردن همونجوری که قبلا ما با هم صحبت کردیم ما قاعده خاصی نداریم یه نو میذاریم قبل فعلمون و فعلمون منفی میشه اینجا توی این جمله فرض کنین من بخوام بگم که ما رنگ آبی رو دوست نداریم ما از رنگ آبی خوشمون نمیاد خب فائل کیه ما چی رو باید من قرار بدم نسوت روس میتونم همچین کاری رو بکنم نه چون فعلا گوست داره برای گوست دار، برای نسوت روس زمیر من میشه نس پس تکلیف فائلم مشخص شد از اون طرف میخوام چی بگم رنگ آبی ال کلور اسول اسمی که قرار بعد از فعل گوستار بیاد یه اسم مفرده پس در نتیجه فعل من باید باشه گوستا نوس گوستا ال کلور اسول حالا میخوام بگم ما رنگ آبی رو خوشمون نمیاد میگم نو نوس گوستا ال کلور نو نوس گوستا ال کلور اسول پس به کار بردنش در جملات بسیار بسیار ساده هست. این پارت رو با هم دیگه کار کردیم بریم سراغ یه پارت دیگه با یه سری توضیحات دیگه. خب دوستان عزیز بریم سراغ افعالی که مثل فعل گوستار رفتار میکنن یک دست فعل داریم که اینا مثل فعل گوستار رفتار میکنن ولی قبل از اینکه به اینا بپردازیم دو تا مثال نکته دارون بالا نوشتم که با همدیگه دیگه این رو باید بررسی بکنیم اولی مثال اینه که مگوس در ای من هنر و موسیقی رو دوست دارم خب حتما براتون سوال پیش میاد که من دارم میگم هنر و موسیقی دو تا اسمه پس چرا فعلم رو آوردم به صورت سینگولار سوم شخص مفرد چرا اومده ما برای این داستان ها یک قاعده مشخص داریم و اون همین هست که اگر اسامی که بعد از فعل گوستار قرار می گیرند و مثل این مثال قراره که با یک کنکتوری مثل ای اینا به همدیگه وصل بشن شما باید نگاه بکنین ببینید آیا این اسما قابل شمارشن یا غیر قابل شمارش اگر اسم شما قابل شمارش باشه 100 درصد باید گوستار رو به صورت سوم شخص جمع استفاده کنید ولی اگر اسامیتون غیر قابل شمارش باشن شما باید فعلتون رو به صورت گوستا که میشه در واقع همون سوم شخص مفرد فعل استفاده بکنید این که ما چجوری تشخیص بدیم اسممون قابل شمارش یا غیر قابل شمارش به صورت کلی ما اسامی رو که غیر قابل لمس باشن و یا یک مفاهیم انتظایی و ذهنی رو داشته باشن این اسامی برای ما در زبان اسپانیایی غیر قابل شمارش محسوب میشن آرت ای موسیکا هر دو مفاهیم انتظایی هستند. پس در نتیجه غیر قابل شمارشن شما میگین مگوستا ال آرت ای لا موسیکا علا رقم این که دوتا اسم بعد از فعلتون اومده مثال بعدی تگوستا لئر بایلار ای دورمیر چند تا اینفینیتیو اومده پشت سر فعل من خب اینجا هم دوباره مثل همون حالت قبلی شما اگر یه اینفینیتیو داشته باشین یا صد تا اینفینیتیو رو باید سوم شخص مفرد فعل رو استفاده بکنید. پس برای اینفینیتیو ها هم حواستون باشه اگر چند تا شد باز هم شما دوباره همون سوم شخص مفرد فعل رو استفاده میکنید. این دوتا نکته رو نه تنها برای گوستار بلکه برای تمامی افعالی که مثل گوستار رفتار میکنن باید رعایت بکنید. حالا بریم سراغ کتگوری وربهایی و فعل هایی که مثل گوستار قراره ما باهاشون توی جملات برخورد بکنیم. اولین فعلمون اینترسار. اینترسار یعنی علاقه داشتن، تمایل داشتن. فعل بعدی ایمپورتار، مهم بودن. نام ایمپورتار برام مهم نیست، برام اهمیتی برا نداره. مهم بودن. فعل بعدی دلر، فعل به معنای درد داشتن. خب، این فعل خیلی فعل خوبیه به خاطر اینکه شما وقتی که میخواین اون سوم شخص جمع و مفرد رو از تو فعل در بیارین اصلا مهم نیست فعلتون با قاعده باشه یا بی یعنی اون قواعد با قاعده و بیقاعدگی اینجا همچنان ولیدو و معتبره دوله رو شما میزنین تو اینترنت توی, توی دیکشنری سرچ میکنین و میبینین که یک فعل بیقاعد است سوم شخص مفردش یعنی این اوی که اینجا دارین تبدیل میشه به اوه پس فعل شما میشه دوله دوئلن فعل بعدیمون فعل پرسر بین یا پرسر, پرسر مال هست یعنی خوب به نظر رسیدن یا بد به نظر رسیدن می پرس بین تا, تا تا به نظرم خوبه اگه حالا هر چیز دیگه می پرس مال تا, تا, تا پس فعل پارسر هم مثل گوستار رفتار میکنه شما فقط با سوم شخص جمع و مفردش کار دارید انکانتار خب یادتونه تو پارت قبلی راجع به گراد و با هم صحبت کردیم و گفتیم که گوستار میشه لایک خوش اومدنه انکانتار میشه علاقه داشتن و علاقه خوب و هم، همچین شدید و درست حسابی هم اصطلاح هم بهش میگیم یعنی شدتش از گوستار بیشتره شما عملی رو که داریم با انکانتار میگین یعنی من خیلی دوست دارم از یه خوش اومدن ساده برد impresionar es nuestro تاثیر قرار دادن یعنی تحت تاثیر قرار دادن fascinar یعنی هیجان زده کردن همون fascinate انگلیسیه caer بین یا caer مال این فعل به معنای خوش اومدن ولی برای افراد به کار برده میشه اینو تو پارت بعدی ما باهاش کار داریم ولی فقط نکته‌ای که باید اینجا به شما بگم اینه که فعل گوستار به معنای خوش اومدن به صورت کلی این فعل رو شما در قبال اشیا و مفاهیم به کار میبرید یعنی چی؟ یعنی برای زمانی که شما بخواین بگین بحث خوش اومدن از افراد باشه خیلی کم از فعل گوستار استفاده میکنیم فعل گوستار برای خوش اومدن از اکسیونس، انیمالس، اوبخیتوس، ایدهاس از اینجور مفاهیمه از خوش اومدن از افراد برای خوش اومدن از افراد ما خیلی کم از فعل گوستار استفاده میکنیم و بیشتر از فعل کایر یا مال استفاده میکنیم که در قسمت بعدی بهش میپردازیم فعل دیگه مولستار یعنی بادر یعنی آزار رسوندن اذیت کردن اتسترا کلی فعل دیگه شما میتونید پیدا کنید که مثل فعل گوستار رفتار بکنن اینا فقط یک سری مثال بوده حالا بریم با این فعل یه سری مثال ببینیم پر خمپل دسیموس لخنت مردم معدب مردم با ادب با تربیت سیمپر همیشه من رو تحت تاثیر قرار میدن یا افراد معدب همیشه من رو تحت تاثیر قرار میدن ببینید دوستان من اینجا ساختار رو کلن عوض کردم شما بیاین این جمله رو برگردونید ترتیب کلمات رو عوض کنید میشه مه ایمپرسیونا لا ادوکادا درسته میشه همون قاعده ای که توی قسمت قبلی با هم دیگه داشتیم مه ایمپرسیونا فاعلا فعلا لا ادوکادا یک اسم مفرد برداشتن پس در نتیجه ایمپرسیونا رو به صورت سوم شخص مفرد آوردن پس تغییر جای کلمات توی جملات شما رو گول نزنه. جمله بعدیمون هست. ایوس لس انکانتان لوس پرروس ایتی اونا عاشق سگان تو چطور؟ خب این جمله رو نوشتم به خاطر اینکه حرف برای گفتن داره. ایوس لس انکانتان لوس پرروس چیزیه که ما تا الان یاد گرفتیم. لس انکانتان ایوس فائل و فعلم لوسپرروس جمع ومده پس اومدم فعل انکانتان رو در حالت سوم شخص جمع بکار بردم خب نکته فعل من اینجاست نکته جمله من اینجاست من وقتی توی هایی مثل گوستار میخوام بگم تو چطور برای این قسمت بیان اندیوایی که حالا اصلاحا تو انگلیسی داریم شما فقط و فقط میتونید از آ به اضافه اون زمیرایی که داشتیم بعدش استفاده کنید یعنی چی؟ یعنی اینجا میخواد بگه تو چطور؟ شما نمیتونید بگین ای ته. ما میگیم مثلا ت دا دیگه ت انکان تن نمیتونید اون ضمیر م ت نوس لس رو استفاده بکنید حتما حتما باید از امی اتی ای ال ای یا انوسوتروس و اتسترا استفاده بکنید پس وقتی میخواد بگه تو چطور ای آ تی و یه مثال دیگه اولر مویل تو ممولستا ای او خوب، خب با صدای بلند صحبت کردن من رو آزار میده شماها رو چطور دوباره اینجا ترکیب و ترتیب حالا ترکیب نه ترتیب کلماتم رو تو جمله به هم ریختم ولی اگر بخوام این جمله رو برگردونم به اون حالتی که توی تابلوهای قبلی دیدیم Me molesta hablar muy alto. جملم این بوده در واقع. Me molesta hablar. بعدش قرار بوده یه hablar بیاد یه و بیاد. پس فعل من اینجا اومده به صورت سوم شخص مفرد اومده. حالا میخوام بگم شما ها چطور؟ ای او پس ببینید توی این قسمت آخر ها که میخواین بپرسین از طرف مقابل اون چطوره؟ اون روی کرد و اون دیدگاهش نسبت به این اکسیونی که ما داریم میگیم چیه حتما حتما و فقط و فقط باید اون کلماتی که تو پرانتز توی پارت اول دیدیم رو قرار بدیم بریم قسمت بعدی با یه سری مطالب جدید خیلی خوش برگشتیم به یه بخش دیگه از این ویدیوی آموزشی الان میخوایم راجع به بین و کار مال با هم دیگه صحبت کنیم همونجوری که توی پارت قبلی بهش اشاره کردیم فعل گوستار رو شما برای بیان و خوش اومدن از انیمال سبختوس ایده و اشیا و حیوانات و, و ایده ها بیشتر استفاده میشن. خیلی کم برای افراد استفاده میشه اگر بخوایم بگیم ما از فلانی خوشمون میاد یا فلانی از ما خوشش میاد این حالت ها رو بخوایم با هم بگیم توی بیشتر اوقات شما با فعل و مال بعد جملاتتون رو بسازید ولی من الان براتون هم با گوستار نوشتم و هم با کاهر منتها یه سری از رفرنس ها یه جاهایی شما میشنوید که میگن افعالی مثل گوستار صرف نداره این جمله اشتباهه گوستار صرف داره ولی همونجوری که گفتم کاربردها ها با هم متفاوته پس این جمله ای که ما بگیم گوستار و افعالی مثل گوستار صرف ندارن یک جمله ای یک مقدار نادرسته خب حالا بریم سراغ اینا توی این عبارت یک کمی باید تمرین کنیم به خاطر اینکه ممکنه یک کمی کنفوسیون داشته باشه برای شما و شما رو گیج کنه اینا رو تو خونه خودتون برای خودتون تمرین کنید ولی اینجا من براتون توضیح میدم و متوجه میشین که چه اتفاقی میافته فرض کنین من توی این جمله میخوام صحبت بکنم با شما و فرض کنین که من میخوام جملم چیه بگم که خوان از من خوشش میاد اون از من خوشش میاد خوان از من خوشش میاد خب چه جوری باید بگم فاعل من خوانه درسته خوان از من خوشش میاد پس همون جوری که میبینید من باید بگم آخوان دقت بکنید صد درصد زمانی که اون فاعل شما اسم فرده حتما این پرپوزیسیون آ رو باید بذارید شما زمانی این آ رو نمیذارین که بخواین فقط از همون زمایر م ته ل لس استفاده بکنید به محض اینکه اون زمیرا نباشن و شما بخواین با اسم افراد کار بکنین حتما باید این پرپوزیشن آ رو بذارید خب اخوان فاعلمه پس همون جوری که من میدون الان صحبت کردیم و همون جوری که ما الان میدونیم اخوان اون زمیری که میتونه برای ال بیاد چیه له آخوانده رو گفتیم باهاش و الان ساختیم مشکلی نداریم بر طبق دقیقا همون چیزایی که تا الان داشتیم حالا میخوام بگم از من خوشش میاد اینجا گوستار شما دیگه باز قاعده همونه همون چیزی که ما داشتیم گوستار صرفش رو از کلمه ای میگیره که بعدش میاد کلمه ای که بعدش میاد چیه یو اینجا خوان از من خوشش میاد پس برای یو من اگر بخوام گوستار رو صرف کنم میشه چی؟ میشه گوستا. آخوان لگوستو یو یعنی خوان از من خوشش میاد بهتر این جمله رو شما با فعل کایر بگین چرا؟ چون گفتیم گوستار خیلی برای بیان احساسات این شکلی استفاده نمیشه با کایر اگر خواستین بگین فعلتون میشه کایگو، کایس، کای، کایموس، کایس، کایم خب همینو فقط میام میگم آخوان لکایگو بین یعنی خوان از من خوشش میاد درسته؟ اخوان لکای گو بین این صرف یو فعل کایره پس اتفا... ساختار و اون قواعد و گرامری که داریم دقیقا همون یا مثال دیگه اتیت گوستاموس یعنی تو از ما خوشت میاد اتی تگوستاموس تو از ما خوشت میاد آتی که هیچی میتونه بیاد میتونه نیاد تگوستاموس تو از ما خوشت میاد چه اتفاقی افتاده تو اومده فعل گوستارم اومده حالا کلمه ای که قراره بعد گوستار بیاد چیه ما نوسوتروس پس گوستار میاد صرفش رو از نوسوتروس میگیره و میشه تگوستاموس تو از ما خوشت میاد خواستم این جمله رو با فعل کایر بگم دوباره میشه آتی ت بین یعنی تو از ما خوشت میاد ت بین مثل همون گوستار مثال بعدی ایدواردو لگوستا ماریا یعنی ادواردو از ماریا خوشش میاد ایدواردو رو گذاشتم زمیر له رو گذاشتم فعلم شده گوستا چرا به خاطر اینکه ماریا هم یه سوم شخص مفرده اگر خواستم این جمله رو با کائر بگم میشه چی میشه Le cae ماریا Maria a Eduardo le دوباره a لش که مشخص داستان از چه قراره cae صرف سوم شخصه که متناسب با ماریا هست و آخرین مثال مگوستا gusta من از کارلوس خوشم میاد me gusta من از کارلوس خوشم میاد چرا شد گوستا به خاطر کارلوس سوم شخص مفرد خواستم این جمله رو با کایر بگم میگم کارلوس مکای چه اتفاقی افتاده مکای بین فقط من ترتیب کلمه رو عوض کردم ترتیب جمله رو عوض کردم من خوشم میاد از کارلوس کای به خاطر کارلوس که سوم شخصیه پس اینم از نحوه صرف کردم و به کار بردن کای بین و مال و گوستار زمانی که میخوایم راجبه افراد صحبت کنیم بریم با آخرین بخش این ویدیو در خدمت شما باشیم خوش برگشتیم به آخرین پارت از این ویدئوی آموزشی الان میخوایم با هم دیگه راجع به میزموس گوستوس یا گوستوس دیفرنتس صحبت کنیم یعنی چی؟ یعنی میخوایم سلایق یکسان داریم با یک نفر یا سلایق متفاوت میخوایم ببینیم با استفاده از فعل گوستار چطوری به این سآل ها ما جواب بدیم خب میزموس گوستوس یعنی سلایق و علاقه های یکسان فرض کنین یک نفر میگه مگوستان لوس پرروس. من از سگا خوشم میاد. من سگا رو دوست دارم. طرف مقابل میزموس گوستو سلایق یکسان. اونم میخواد بگه منم هم همینطور. یکسان باید باشه با هم دیگه. پس میگه امی تنبیه. به همون دلیلی که توی پارت اندیو گفتیم نمیتونیم زمیر می رو به کار ببریم و باید آ به اضافه اون پرپوزی به اضافه اون پرونمره ها رو به کار ببریم اینجا هم همونه در جواب دادن به این سوالات هم شما باید از ترکیبات آمی، آتی، آئل، یا آنوسوتروس، آوسوتروس، ایوس و ایسیتر استفاده بکنید پس میخواد بگه منم همینطور امی بیانه چه اتفاقی اینجا میفته نکته‌ای که باید یاد بگیرین اگر گوستویی که دارین یکسانه و در حالت پوزیتیوه مثبت یعنی چی یعنی جمله مثبت باشه هیچ المنت منفی کننده تو جمله شما وجود نداشته باشه وقتی میخواین بگین منم هم همینطور و اون میزم و گوستو رو نشون بدین باید از کلمه تنبیه استفاده کنید اگر میزم و گوستو هست ولی یک گوستوی منفیه من فلان چیز رو دوست ندارم اونجا شما میخوایم بگین منم همینطور یعنی یه گوستا ولی برای یک جمله منفی مثلا همین جمله نومه گوستان لوس پیروس من سگار رو دوست ندارم طرف مقابل میخواد بگه منم همینطور ولی جمله من منفیه میگه امی تامپوکو. امی تامپوکو. اینا معادل ساختار مینیدر می ایدر اینا هستن تو زبان انگلیسی دوستانی که شناخت دارن میدونن که ما اونجا هم همچین قاعده هایی داریم پس میز ما اگر جمله مثبت شما از لفظ تامبین استفاده میکنی، اگر جمله منفی تامپوکو حالا وقتی وقتهایی پیش میاد که ما میز و گوستو نداریم طرف مقابل میگه من این چیز رو دوست دارم شما میخواین بگی من دوست ندارم میشه گوستوس دیفرنتس، سلایق متفاوت و مختلف وقتی میخوایم از گوستوس دیفرنتس صحبت بکنیم مثلا جمله من اینه مگوستا لپایام من پاییا دوست دارم. پاییا چیه؟ پاییا یکی از تیپیکترین غذاهای اسپانیایی هست. مگوستا لپاییا. من پاییا دوست دارم. طرف مقابل میخواد بگه من دوست ندارم. سیمپلمنته. بسیار ساده و راحت میگه امی نو. من دوست ندارم. اگر جمله منفی باشه بگه نم گوست دا یا من پایه یا دوست ندارم طرف مقابل خلافش رو میخواد بگه میخواد بگه من دوست دارم دوباره سیمپلمنت میگه امی سی پس برای گوست شما زمانی که میخوای این حالت رو نشون بدین با نو و سی توی جملاتتون میاین به گوست و دیفرنتس اشاره میکنین و اون رو نشون میدین این بود دوستان آخر درس امروز ما Bueno, estimados seguidores de nuestro canal, esto fue la lección de hoy. Hoy hablamos sobre un grupo verbal muy interesante en la lengua española. Espero que os haya gustado nuestro video. دوستان عزیز درس امروز ما به پایان رسید ما در این ویدیو آموزشی راجع به یک مبحث فعلی بسیار بسیار جالب با هم دیگه در زبان اسپانیایی صحبت کردیم امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین اگر اون رو دوست داشتین لایک کنین کامنت برام بذارین سوال مشکلی هست حتما حتما تو کامنت ها از من بپرسید و همچنین ما رو هم به دوستانتون معرفی بکنید تا جلسه دیگه و درس دیگه ادیاس ناس به ماست